جنجال بر سر نحوه کاهش بدهی‌های دولتی در آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شده. 18 ماه بحث بر سر تغییر قانون مالیاتی موسوم به پرتگاه مالی همچنان بی‌نتیجه مانده و باراک اوباما را واداشته تا بار دیگر از احتمال وخامت وضع اقتصادی آمریکا و افزایش بیکاری در این کشور سخن به میان بیاورد. رئیس جمهوری تأکید کرده در صورت ادامه مخالفت جمهوری خان با طرح پیشنهادی او تعداد بسیار زیادی از فرصت‌های شغلی در مدارس و ارتش از بین خواهند رفت. اوباما افزود زمانی که بحث بر سر جلوگیری از فرار مالیاتی و یا معافیت ویژه مالیاتی به میان می‌آید، تعداد بسیار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره هستند که حتی حاضر به برداشتن یک قدم در جهت مصالحه و سازش نیستند و این دلیل بنبست کنونی است. تأکید می‌کنم که ما خواهان افزایش مالیات نیستیم، تنها خواستار اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه هستیم. جان بینر جمهوری خواه که ریاست مجلس نمایندگان را نیز به عهده دارد در واکنش به سخنان باراک اوباما گفت رئیس جمهوری به جای اینکه برای شکل گیری یک توافق جامع با رهبران سنا گفتگو کند و موجبات تعلیف قانونی مناسب را تهیه کند، 6 ماه است که به اقصا نقاط کشور سفر می کند. گفتنی است که باراک اوباما در سخنان سه‌شنبه خود از احتمال کاهش 90 هزار تن از پرسنل پنتاگون در ایالت ویرجینیا سخن به میان آورد. مدیر یک رستوران در این ایالت میگوید نزدیک به 60% مشتریان ما نظامیان هستند. اگر از تعداد آنها کاسته شود، تجارت ما نیز به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مطابق برنامه از پیش تعیین شده، مجلس نمایندگان تا پایان ماه مارس برای بررسی طرح پیشنهادی دولت زمان دارد.